درود دوستان و عزیزان در خدمتون هستم برای فال هفتگیتون امیدوارم در هر کجایی که هستین حال دلتون خوبه خوبه خوب باشه دوستان عزیز من مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه از کانال شدین خیلی خوش آمدین یاران صفا وردین و من مثل همیشه سپاسگزار و قدشناس تک تک زحمات شما هستم ببینیم با هم دیگه چه خبر است در روح و روان شخص مورد نظر شما این فال ازش چه خبر اسمشه <applause> ببینیم کجا کار هستش عزیزان دل این فال ها فعال های بدون زمان هستن ببینیم حضرت نو حضرت دود کسی که ازش خبر ندارین در سردی هستین هر چیزی که هست و هر حال میخوایم ببینیم چه در کجای کار هستش من برای این فال دوستان عزیز اول از کارت های عدد شناسی استفاده میکنم عدد نه براش افتاده ببینین ناز هست و اینکه یک سری از مسائل داره به نتیجه میرسه و احتیاج داره که واقعا احتیاج داره که قدرش رو بشناسن بنده خدا احساس میکنم یه مقدار حس حقارت داره اینجا و احتیاج به این داره که یه مسئله رو به آخر برسونه ببینید عدد نه یکی مانده به ده ولی نوع منفی نیستش دوستان دوست داره که به سمت بینال الملل بره دوست داره حرکت کنه یعنی این که یک گوش دنیاشون یک مقداری عوض کنه و احتیا و اینکه دوست داره که متحد بشه با شوق و اشتیاق در یک پروژه و اینکه احتیاش به این داره که به دیدار دیگران بره و آماری از زندگیش بگیره خب خدا کنه خدا از زمان بشنوه خب بریم ببینیم عزیزان چه خبر است من از مثل همیشه از کارت سبز شروع می‌کنم که انرژی چند روز قبل و چند روز بعد رو به همون میدن و عزیزان دل این کارت ها و ببینیم اولین کارتی که نشانگر ترد و خلاصه ای از تمام انرژی های این شخص هست اگر مزاح همون بیاد مزاح میکنیم وگرنه خب کهیر نزنین ازتون خواهش میکنم یه مقدار دندون جگر بذارید که اینجا حرف از صبوری میزنه دیگه صابره و سامره و فلان و همه چیز با هم دیگه شدین دوستان ببینید دوستان عزیز دانه دل در ارتباط با شما فکر میکنه گر صبر کنی زغور حلوا با سازی باز هم کارت صبوری این پشت اوکی ببینید عزیزان دارم میبینم که منتظر روشنسازی یک سری از مسائل هستش خب صبوری ببینید عزیزان تا کسی هستش که دارم میبینم داره به یک صلح آشتی میرسه خودش با خودش مثل کسی میمونه که یک دوره نقاهت رو واقعا پشت سر داره میگذره شاید مریض بوده بنده خدا یه یک کارت آرکان ماژور دیگه اینجا افتاد و یک کارت دیگه اینجا افتاد دوستان توجه کنین آدمی هستش که راهش رو داره کم کم پیدا میکنه. آدمی هستش از ایزان دل که دارم می که یک سری از کمبودها، یک سری از دردهای زندگیش دوستان کمبود مالی ممکن است باشه، کمبود زخم روحی خودش هم دارم می بینم که هست اینجا و اینکه دارم می که دا کم 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 راه خودش رو داره پیدا میکنه. مطم... ایمان داره که به نتیجه خواهد رسید در ارتباط با شما هم ببینید یک نرژی لطیف اینجا افتاده حاضر از تلاش های رو انجام بده مثل کسی که میمونه که در ذهنش این هستش که من مثلا میخوام برم یک ماراتون بدوم ولی برای ماراتون دویدن هنوز جسمش رو ندارم باید یک آماده سازی رو انجام بدم در واقع اینجوری هستش دلش براتون تنگ شده دوستان این خبر خوب برای شما این هست دلش براتون تنگ شده خب و اینجا هم داره ببی ببین خب دیگه دیگه دارم دارم میبینم دیگه کم 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 داره یعنی دقیقا دوستان توجه کنید اینجا معمولا چهار تا کارت بود پنج تا افتاد اشکال نداره من اینا رو روی هم دیگه میزارم. این رو من بهش میگم که لاک پشت تاروت و این رو من بهش میگم حلزون تاروت یعنی حلزون و لاک پشت با هم دیگه افتادن دادی دادی یواش یواش بچه‌مون نیفته یه وقتی بلای سرش در بیاد خب ببینید عزیزان پس خبر خوبی هستش که حاضر تلاش کنه حاضر کاری که باید انجام بده ولی و حاضر پشتکار داشته باشه در این مسئله و قدمی رو برداره به صورت واقعی دوستان اوکی ولو این که بهش چون خیلی الان من احساس می کنم دلش تنگ شده خب بریم ببینیم کارت های بعدی رو کارت بعدی دوستان عزیز اینجا احساس میکنه که صبوری بهش قدرت خاصی رو میده خب و با صبوری راحت‌تر میتونه یه نقشه‌ای داشته باشه که شاید مخ شما رو یه جورایی بزنه. دیگه نمیدونه برای یه سری‌ها مخ شما اصلا زده شده، اصلا قشنگ حکاکی شده روش در ارتباط با این در ارتباط ببینید، میخواد اقدام کنه برای پیام فرستادن. رد و بدل پیام یا اینکه دوستان توجه کنید که از طرف شخص طریق شبکات اجتماعی یا اینکه باتون تماس بگیره. کسی هستش که دوستان میل به این داره که واقعاً تلفنشو برداره و تماسی باتون با بگیره. خب میترسه. میترسه چون این زیر میر فکر میکنه که خیانتی بوده حالا یا خودش خیانت کرده از این مسئله خجالت میکشه خب و وقتی که به این خیانت اگر اتفاق خیانت اینجا جدایی کار پشت کارتا حرف از جدایی میزنه عزیزان مختاته میترسه میترسه دوستان میترسه که سر دومش رو بچینین عزیزان دل اوکی ولی با همه احوال دارم نه میگه خیلی دیگه تا توانش مثل که اینجا دیگه حالا به پایان دیگه رسیده و اینکه توانی آنچنان نداره در ارتباط با شما به خاطر اینکه دلش تنگ شده دلش تنگ شده ولی ترس هم داره میترسه از این که به نظر من که شاید شما راه خودتون رو را ادامه دادین دارین میرین و دیگه اعتنایی بهش ندارین خب ببین درگیری ذهنیش افتاد اینجا خب با خودش درگیری ذهنی خواهد داشت روزهایی که داره میاد دلش شکسته است اینجا گریه داره میکنه مطمئن باشه گریه میکنه دوستان اینو من به تو قول میدم ببین به خاطر چی خودش برای خودش درگیری های ذهنی به وجود اومده بلا برگشتش یک مقدار مشکل هستش و اینکه خودش در پای خودش هر چی تیر بوده زده دوستان ببینیم ولی برگشت به چه چیزی دارم میبینم برگشت به دو تا کارت احساسی در ارتباط با شما دوستان به رسیدن به یک هارمونی و یک زوج پس احتمال این که با تمام این ببینین میدونه که باید این کوه رو رد کنه دوستان این کوه پشت رو رد کنه مسئله احساسی ببین دل شکسته هزار تیکه داره دوستان هزار هز... چی میگن چل تیکه برحال آدمی هستش که به شما خیلی فکر میکنه میلش بر... برقراری هارمونی هست چون دیگه خودش نمیکشه خب و اینکه دارم میبینم که روی خودش هم داره کار میکنه یک سریا دوستان عزیز مشکلاتی دارن در درون ذهن و سرشون و واقعا مش بیماری هستش عزیزان ببینید یه نفری هست من بهش گرایش دارم بعد یه کارایی میکنم خود تباهی میکنم بعدش دوباره مرتبه میشینم پارو میزنم که بخوام بیام بعدش دو مرتبه کاری دیگه میکنم که خودم گمگیج بشم بهتون فکر میکنه ببینین اینجا کلا من دارم میبینم گریه رو من دارم اینجا میبینم و اینکه در سردرگمیشم دارم میبینم اینکه من بهتون نگم این احتیاج به زمان داره کارت اول گفت دوستان خب احتیاج رو به زمان داره که روی خودش کار کنه دوستان توجه کنین این فال ها فعال های نیستن که من بهتون بگم که نه حالا برمیگرده فلان میکنه نه حال و هواش حسش در ارتباط با شما خب ممکنه شما سالیان سال هست از هم خبر نداشته باشین ولی بدونین که این روزا در, در مورد شما دوستان عزیز دلش درگیر هستش ذهنش درگیر هست اوکی؟ همیشه در یک انسان هستیم یک فلش بکی داریم روی زندگیمون بر, زندگیم بر آنچه که بر ما گذشت آه من یادم رفت از کارتهای آینه بینی استفاده کنم اوکی اشکال نداره از کارتهای آینه بینی اینجا میزنم اوکی به اون چه خبره خب به سمتتون که گرایش داره دیگه تمایل داره میل داره همه چیز رو با هم دیگه داره و مشکل هستش خیلی از مسائل حتی میدونه که برگشت به شما اون میل و تمایل آیا شما به نسبت بهش دارین یا ندارین از جانب دیگه موندن در کنج خودش برای خودش مشکل هستش برگشتن برای مشکل هستش شما باز هم در ذهن و سر این شخص هستین و میترسه از اینکه دیگه مثل یک ناشناس باشه توی زندگیتون خیلی داره بهتون فکر میکنه و این فکر دوستان تا حدی حتی ممکن هستش که سلامت خودش رو در خطر بندازه به خاطری که چی دوستان به خاطر که یک سریاشون از زیدان دل ممکن هستش که سلامتش رو در خطر بندازه که چرز کنم ممکنه خودشون بیمار هستن بیماری های جسمی دارن عزیزان اکی؟ و یک سری کار حتی بیماری فکری دارن روی خودشون دارن کار میکنن خب ام، حالشون گرفته شده گریه میکنم به خاطر که شاید یه موقعیت هایی رو در ارتباط با شما از دست دادن عزیزان دل ولی ببینید سپرایز دارم میبینم ولی خب موفق خواهند شد که یک مسئله رو که شاید بیمار بوده عزیزان دل به یک مسئله بهتر برسونن. تلاش من دارم نم. تلاش کارت اول میگفت تلاش اینجا داره میگه ه... گرو... تمایل داره دوستان میل داره و انگیزه داره در ارتباط با شما و میل به این داره که شاید جبران رو انجام بده اینجا حرف از کادو و سپرایز میزنه که ببینید به این نتیجه میرسه که خوشحالی و خوشبختی هماهنگی که با شما داشته در حال حاضر تو زندگیش نیستش خب بریم ببینیم کارت های دیگر با هم دیگه من کارت ها کنم ببینین باز هم کارت گری اومد برگرده ببین در ارتباط با شما شما دیگه افتادین مستقیم در فالش افتادین اینجا در ارتباط با شما در مورد مسائل فیزیکی جنسی خیلی بهتون فکر میکنه اینجا هم دارم میبینم که و اینکه شما رو ببینیم میل و تمایلش با شما و اینکه ساده بودن زندگیش و زیبا بودن زندگیش با شما و هارمونیش با شما هستش که الان تبدیل کرده به یک گره کور یک سریاشون اصلا مسترب ببین استراب بسیار فراوان داره ببین اصلا شما همه همه جا اینجا افتادین که به استراب داره دوستان به خاطر الان برای یک سریاتون هیچ چیزی دیگه نیست بینتون دوستان اوکی یک سوراخ سیاهی هستش و اومدن و قدم برداشتن یعنی که شروع یک داستان جدید خب ولی از اون جایی که هیچی نیست بین شما نه که هیچی 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 نباشه یعنی یک چیزهایی وجود داره تجربه شما رو میشناسه مسائل دیگه ای هستن منطقه این مرده خودش خودش رو تحت فشار گذاشته و حالش از این مسئله خودش خودش رو بیمار داره میکنه خیلی برای من جالب هست وقتی که یه جایی هست که اوکی میبینین حرف از تعهد میزنه و دوستاش اوکی میخواد که سریاشون اون از در دوستی وارد بشن دوستان دلش میلش و اینا پشت سرش دوستان عزیز چه هستش میل به تعهد هستش کارت بعدی تصمیمش هم داره میگیره که حرکتی رو انجام بده کم کم برمان. حرف از برگشت میزنه برای اون یه سریا دوستان پس خبرش رو لطفا به من بدی حرف از برگشت میزنه برگشت که مستربش میکنه عزیزان دل فکر برگشت تصمیمشو رو داره میگیره که برگرده برای سریاس سریا سر, سر... اوکی. و این بر... و داره زحمت میکشه براش یعنی بیکار ننشسته زحمت میکشه که به یک ثبات بخواد با شما برسه بیکار ننشسته ننشسته عزیزان توجه داشته باشین که این شخص دارم میبینم که برای در ارتباط با ما ندامت و پشیمانیش زیاد هست دل بزرگ هست گریه در کارت ها من برای شخص دیدم یا یه بار دیگه پشت کارت ها داشت بر میگشت کارت و اینکه که الان, هیچی نیست نیست, نیست،, نیست، خب و خودش هم میدونه که یعنی در واقع مثل این ممونه که یک راهی رو باید از اول شروع کنه مثل یک داستان احساسی رو که باید از اول شروع کنم. خب ببینیم که در ارتباط با قسمت دیگه این فالو من با براتون نگاه میکنم اصلا تلفنشو برداشتم و با شما صحبت کردم براش یک مسئله یک امتحان مشکلی هستش اوکی جفت روحی بله جفت روحی منه بله میخواد بیاد دلبری کنه بهتون گفتم میخواد بیاد مخواد شما رو به کار بگیره و ما بریم ببینیم کارت های دیگر رو و اینکه اوکی و میخواد زحمت بکشه برای اینکه دوباره در چشمان شما بدرخشه و دوباره نمیدونم احساسی رو به وجود بیاره حاضر از زحمت بکشه دوستان اوکی حالا بریم ببینیم کارت های بعدی رو کارت های بعدی بهتون چی میگن ترس اگر ترسش نباشه که جدایی اوکی این کارت میگن شما در یه سرتون در جدایی. اعتماد و آشتی به چه به به ببینین دوتا دو رو بندی رو که اینجا پاره شده اینجا این بند بهش وصله میتونه اعتماد کنه خب جدایی ترس تحت تاثیر بوده مسائل دیگه بوده این شخص در موقع جدایی خب و الان حاضر از اعتماد کنه دو مرتبه و اینکه بخواد به سمت آشتی برگرده دوستان از فصل میخواد برسه به بسیار عالی و خوب حاضرم هستش که برای این آشتی تلاش کنه تبریک میگم پیشا پیش بهتون خب ببینیم دوستان عزیز اه... البته توجه کنیم دوستان این فالها فالهای عمومی هستن فالهای هستن که ببینید کجا برای شما میخون میخوره عزیزم اوکی ولی چیزی که هست برای همه عمومیت داره اون شخصی که شما بهش دارین فکر میکنین دوستان عزیز توجه کنید اون این شخص او این که شما براش این فالو نگاه میکنین شخصی هستش که واقعا بهتون الان فکر میکنه و واقعا گریه میکنه اشک میریزه اینو من مطمئن هستم ببینین الان دارم اینا باز هم داره بهتون فکر میکنه اینجا و در موقع جدایی توجه کنه انرژی های منفی که هست ببینین اینجا کسانی که اون بودن گروهی بودن افرادی بودن که مثل کلاهبردارها و یا اینکه واقعا اینجا یک نیروی ماور طبیعی انداختن توی زندگی این شخص که این شخص رو به این روز انداختن و اما بریم ببینیم کارت بعدیش و الان دارم اینم داره جون میگیره داره بلند میشه و اینکه به نظر من از یک سری از مسائل داره این فرار میکنه میخواد شروع داشته باشه از انرژی هایی که بالای سرش بودن و اینکه شاید مانعی در راه ارتباط با شما بودن دوستان داره فرار میکنه این شخص به حال داره به خودش میاد من برج ها رو بهتون میگم دوستان تیر هست آذر آبان آذر خرداد آبان تیر فروردین توجه کنین پس دوستان عزیز این شخص شخصی هستش که در یک انرژی های بسیار منفی بوده دور و برش دوستان عزیز و الان حتی میل به انتقام داره از این افراد و میخواد در ارتباط با شما جبرانی رو انجام بده کاری رو انجام بده زیر همه چیز داره میزنه و حرکت میکنه با با اونایی متوجه شده دوستان اوکی متوجه شده که چه خبر بوده توی زندگیش خب ببینیم با هم دیگه کارت های دیگه در ارتباط با این شخص چه چیزی رو بهتون میگن دوستان من از این کارت استفاده کردم از چه دسته کار... آه. از این هم استفاده میکنم ببینیم با هم دیگه چه خبر هست زندگی شده دستش میگیره بسیار عالی ببین شما باز هم افتادین ببینید انرژی منفی ببینید اینجا دقیقا شبیه به هم هستن در ارتباط با شما دوستان در ارتباط با رابطش با شما یک مسئله یا افراد منفی بودن یا انرژی واقعا ماورای طبیعی بودن الان هم ناراحت دلش براتون تن شده و از همدیگه جدا هستیم و این شخص درش زخم روحی تر شدن وجود داره دلش شکسته ای داره و بهتون گفتم گریه میکنه این شخص دوستان و ندامت و پشیمانیش در ارتباط با شما بسیار بسیار زیاد هست و بسیار بسیار بالا هست خب ببینیم با همدیگه من از این کارت استفاده میکنم ببینیم چه خبر است باز هم شما افتادین فالش باز هم شما افتادین اوکی بعد یه سریاد میخوام بیان خونتون دوستان ببیننتون و یا اینکه با هم دیگه یک جایی برین و ببین خانه میخوام به رسیدن به یک استحکام یک چارچوب یک اعتماد ممکنه بیان شما رو در خانه ببینن و بعد از اون با هم دیگه لحظات خوبی رو داشته باشه جایی برین و اینکه یا اینکه برین حرف از بیماری میزن احتمال اینکه شخص عزیزان دل بیمار هستش زیاد هست دوستان و, و اینکه شاید خبر بیماریش رو بهتون بده خب آرامش نداره دوستان این شخص آرامش نداره حالا به چه دلیلی شاید شما در, در جریان زندگیش هستین و بهتر از زن از زندگیش مطلع هستین ولی بدون آدمی هستش که واقعا آرامش نداره خب خیلی بهتون فکر میکنه و اینجا کلا به طور کلی افرادی که دور بر این شخص بودن توی خانهش حتی ممکن استش که افراد خیلی نزدیک بهش بودن که باعث شاید سردی و جدایی بین شما شدن از ایران اوکی میگه که من به لطف تو روز خوبی رو پشت سر گذاشتم و اینکه به لطفه تو مسائل خیلی قشنگی رو دارم زندگی میکنم خب به فکرتون زیاد هست این روزا میگه که من وقتی به تو فکر میکنم احساس میکنم که به هم الهام شده و ایده های جدیدی دارم میگه که من خیلی کار دارم که به... بخ... که نمیتونم بهت فکر کنم و یک کمی در حال حاضر گم و گیچ هستم من به تو فکر میکنم به ملاقاتمون فکر میکنم و من همیشه به تو فکر میکنم یک کارت جدا شد اینجا میگه که من دوست دارم که به دیدار دیگران هم برم در واقع به خودم اعتماد به نفس ندارم و اینجا میگه که من خودمون رو قربانی این شرایط کردم و نمیدونم چه چه جوری میتونستم کار دیگه بکنم. پس توجه کنید کارت هایی که بیشتر به شما فکر میکنه نصف کارت ها هستن و کارت های دیگه که آدمی هستش که نمیدونه چگونه برگرده. خیلی گم و گیج هستش از اون کاری که کرده و کسی هستش که متوجه هستش که تا حدی شما قربانیه شاید همون انرژی هایی که دورو برش هستند شدین و حال نمیگه که نه من میخوام ها... خب این دیگه خاصیت یانگ این هستش که همه باید ازش راضی باشن دوستان و هیچ کس نباید دست ردی بهش بخوره همه باید با از یانگ راضی باشن خب بریم ببینیم که پیام یانگ برای شما چه چیزی هست دوستان من میخوام با تو باشم و تازه به این نتیجه رسیدم که تو چقدر برای من مهم هستی و من حالم خوب هست وقتی که من, من و تو با هم هستیم و از این به بعد نمیخوام از کنار تو بگذرم و دوست دارم که اغلب اوقات با هم باشیم برای چیزایی بود که میتونستم بهتون بگم دوستان عزیز این فال شما بود امیدوارم که خوشتون اومده باشه من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش دوستان و تا فال دیگه خدا عزیزان